روزنامه سعودی الشرق الاوسط در شماره امروز خود نوشت که دستگیری و بازجویی یک افسر نیروی قدس در ایران توسط موساد باعث شد که عاقبت جو بایدن سپاه پاسداران را از فهرست گروه های تروریستی خارج نکند. روزنامه سعودی می‌افزاید وقتی رئیس جمهوری آمریکا آگاه شد که موساد قصد دارد فیلم بازجویی افسر نیروی قدس فردی به نام منصور رسولی را منتشر کند، از تصمیم خود مبنی بر خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر کرد. در این فیلم عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران اعتراف کرده که قتل یک شهروند اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار ایرانی در فرانسه را تحریزی کرده و اجرای آن را در ازای بیش از $1,000,000 به یکی از کارتل‌های مواد مخدر واگذار نموده است. روزنامه الشرق الاوسط تصریح می‌کند که موساد قصد داشته با انتشار فیلم بازجویی منصور رسولی افسر نیروی قدس ضربه روانی سنگینی به سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی ایران وارد آورد و همزمان اعضای کنگره آمریکا و بخشی از کابینه جو بایدن را متقاعد سازد که سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکند. آنچه شگفت‌آور است این است که سپاه پاسداران و دستگاه‌های اطلاعاتی ایران تاکنون تلاش نکردند کمترین واکنشی به خبر بازجویی از یک افسر نیروی قدس توسط موساد نشان بدهند و یا حتی آن را تکذیب کنند. روزنامه الشرق الاوسط در ادامه گزارش خود می‌افزاید که اسرائیل فهرست یک رشته عملیات ترور را که حکومت ایران قصد داشته در شماری از کشورها از جمله قبرس، کولومبیا، کنیا به اجرا بگذارد و همگی توسط موساد کشف و خونسا شدند در اختیار دولت بایدن گذاشته است. الشرق الاوسط تصریح می‌کند اگرچه انتشار طرح سقط توسط نیروی قدس به تازگی و بعد از ملاقات مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا و گفتگوی تلفنی جو بایدن و نفتالی بنت درباره ایران صورت گرفته، اما بازجویی موساد از افسر عملیاتی نیروی قدس در ایران چند ماه پیش انجام شده است. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، یک گروه از افراد موساد و شینبت وارد ایران شده و منصور رسولی عضو واحد 860 نیروی قدس را دستگیر و بازجویی کرده و پس از ضبط ویدیویی اعترافات هولناک وی او را آزاد نموده است. الشرق الاوسط می‌افزاید که افسر نیروی قدس سپاه پاسداران که از دستگیری خود توسط موساد در داخل ایران شوکه شده بود به تمام پرسش‌های بازجویان خود پاسخ داده و اطلاعات گرانبهایی در اختیار آنان گذاشته و در واقع آزادی خود را با دادن بیشترین اطلاعات معاوضه کرده است. در این بازجویی افسر نیروی قدس اعتراف کرده که قتل 3 تن در ترکیه، آلمان و فرانسه بخشی از یک رشته عملیات گسترده نیروی قدس بوده که همگی توسط موساد و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به موقع کشف و خونسا شدند. به نوشته الشرق الاوسط، منصور رسولی در اعترافات خود از جمله گفته است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای پاک کردن هر گونه سرنخ و ردپا اجرای عملیات‌های تروریستی خود را در خارج به گروه‌های شبه نظامی و نیابتی و تبهکار واگذار می‌کند. الشرق الاوسط تصریح می‌کند که افشای عملیات اخیر موساد در ایران همزمان است با بنبست مذاکرات وین برای احیای برجام و علت این بنبست اصرار ایران مبنی بر خارج شدن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی است. همزمان با گزارش الشرق الاوسط، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره دیروز خود یک شنبه اول ماه می نوشت که مقامات اروپایی قصد دارند برای خارج کردن مذاکرات وین از بنبست انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا را به تهران اعزام کرده و از حکومت ایران بخواهند که فعلا از مطالبه خارج شدن سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر و حل و فصل آن را به مذاکره جداگانه در آینده موکول کند. وال استریت جورنال
ژورنال تصریح کرده است در صورت خودداری ایران از پذیرش این پیشنهاد گفتگوهای وین خاتمه خواهند یافت. در اظهاراتی جداگانه باب مننتس سناتور دموکرات و رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز خطاب به جو بایدن گفت که عدم توافق با حکومت ایران بهتر از یک توافق بد با این کشور است و سپاه پاسداران باید در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. باب منندز در ادامه اظهارات خود از طولانی شدن مذاکرات وین با تهران انتقاد کرد و دولت بایدن را به دلیل اطاله گفتگوها با تهران مورد سرزنش قرار داد و افزود که در هر حال نتیجه مذاکرات وین و حتی احیای برجام دیگر منافع آمریکا را تأمین نمی کند، زیرا در برجام موضوع موشک‌های بالستیکی تهران مورد توجه قرار نگرفته است.